ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد مدت‌ها بود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و امروز صبح در یکی از بیمارستان‌های آمریکا درگذشت. او نخستین ایرانی و نخستین زنی بود که در سال 2014 توانست جایزه فیلدز را دریافت کند، جایزه‌ای که به نوبل ریاضیات مشهور است. رئیس جمهور و رئیس مجلس درگذشت خانم میرزاخانی را تسلیت گفتند. مریم میرزاخانی، دانش آموز دبیرستان فرزانگان، دانشجوی دانشگاه شریف، طلایه‌دار المپیاد ریاضی ایران که در 31 سالگی استاد تمام شد، حالا از میان ما رفته. برنده جهانی مدال طلای ریاضی 94 هنگ کنگ و 95 کانادا، از همان روزهای دبیرستان به قول استادش جعفر نیوشا ریاضی را شاعرانه حل می کرد. همین را حل است که خانم میرزاخانی با ظرافت خاص و با شیوه شاعرانه اون را حل کردند. نابغه ایرانی محقق آکادمی ملی علوم امریکا بود و یکی از 10 ذهن برتر ریاضیات جهان. مریم میرزاخانی بعد از 4 سال دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری سخت در 40 سالگی رفت. گرچه می گفت برای لذت بردن از ریاضیات باید صبوری کرد، اما خودش حالا معادله آخر را خیلی زود حل کرد و رفت. از او دخترش آناهیتا به یادگار مانده. مریم میرزاخانی برنده جایزه فیلدز بود، معتبرترین مدالی که یک ریاضیدان میتواند دریافت کند. دکتر مریم میرزاخانی متولد 1356 در تهران، دانش آموخته دبیرستان فرزانگان، نخستین زنی است که سالهای 1373 و 1374 مدال طلای کشوری المپیاد دانش آموزی ریاضی را دریافت کرد. وی همچنین در همین سالها دو بار پیاپی نشان طلای المپیاد جهانی ریاضیات را هم به دست آورد. میرزاخانی تحصیلات کارشناسی خود را در رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به پایان برد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت. سال 2014 میلادی برنده نشان فیلدز، عالی ترین جایزه علمی رشته ریاضیات شد. بیش از 100 سالی که جایزه فیلدز اهدا شده، اولین زنی هستن، اولین ایرانی هستن که این جایزه رو دریافت کردن. حوزه‌های مختلفی از ریاضیات تو کارهای ایشون به هم دیگه پیوند خورده، از سنتی حضلولبی تا بررسی فضاهای مادولی، موضوعاتی که همشون اهمیت داشتن و کارهای ایشون تونسته اینا رو به هم دیگه ارتباط بده و اینکه با فاصله خیلی کوتاهی از این دستاورد و این خبر تلخ و جامعه علمی ما میشنوه خیلی باعث تأسفه. استاد گروه ریاضی دانشگاه استنفورد آمریکا از 4 سال پیش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، تا اینکه سرانجام 24 تیر ماه دیده از جهان فرو بست. I was always very excited about math. I was more excited about reading novels and I thought I would become a writer one day. I got excited about it maybe just as a challenge, but then I realized that it's really nice and that I enjoy it. These were quite difficult times. It was during the war. Right after the war, I had a lot of opportunities. I went to a very good middle school and then high school. I think I was the lucky generation because I was a teenager when things became more stable.